دوستان عزیزم سلام امیدوارم که خوب باشید من ام هستم و این کانال منه همونطور که میدونید توی این کانال یه سری آموزش های کسب و کارهای خونگی رو ما میذاریم تولیدی که میتونید تو منزل بزنید مثلا چه که ترشیجات درست کنید سرکجات درست کنید یا بیسکویت درست کنید داخل خونه بفروشید سبزیجات خاص و از این قبیل آموزش ها ما گذاشتیم داخل کانالمون چند وقت پیش دوستانی درخواست داده بودند که ویدیوهای الکل سازی و شراب سازی هم بذار چون شرابای بیرون مصموم شده و کشته میده و کور میکنه و اینا ما گذاشتیم ما آموزش شراب سیب گذاشتیم زردالو گذاشتیم آموزش شراب موز گذاشتیم خیلی آبجو گذاشتیم آبجو واقعی یعنی آبجویی که کارخونه درست میکنه نه از این مسخرهای دلستری و این چیزا نیست آبجو واقعی از مالت ما آموزشش رو گذاشتیم خیلی هم راحت بود استقبال زیاد بود و یه سوالی که بود بعضی از افراد راجع به قفل هوا خیلی سوال داشتند گفتن یا قفل هوا نمیدونیم چه کارش چیه مثلا کجا گیری بیاریم اینا بهتون گفتم یه ویدیو کوتاه درست کردم راجع به قفل هوا ولی خب ابهاماتی بود و من سعی میکنم توی این ویدیو به شما یاد بدم که خودتون چه جوری درست کنید یا چه جوری اصلا تهیه کنید واسه کارش چیه خب بریم سراغ اصل ماجرا ببینید دوستان از صفر پایه میخوام واسهتون توضیح بدم شراب خب وقتی شراب درست کنیم چه اتفاقی میفته آقا ما یه میوه ای رو میخوایم تخمیرش کنیم و از قندش الکل بگیریم مثلا شما سیب و میریزی داخل دبه آموزشش رو گذاشتم آب میریزی و مخمر میزنی و کارهایی که بهت گفتم انجام میدی بعد این تبدیل میشه به الکل خب چرا تبدیل میشه به الکل چون قند سیب مثلا داریم سیب مثال میزنی قراره به الکل تبدیل بشه با مخمر خب زمانی که این قند میخواد به الکل تب... تبدیل بشه گاز از خودش ایجاد میکنه اگر این ظرفمون باشه این بشکه ما اون شرابمون رو میریزیم داخلش یعنی آب آب میوهمون به قول معروف خب حالا آب هر میوه ای که هستش مخمرم زدیم اگر ما در این دبه رو ببندیم نهایتا سه روز بعد این دبه منفجر میشه منفجر میترک اصلا نمیشه چیزش در زمان قدیم میمدن در این دبه رو هر دو سه روز باز میکردن هم میزدن دوباره میبستن که منفجر نشه اما اتفاقی که میفته زمانی که این کارو میکنید که در دبه رو باز میکنید این کپک میزنه آلوده میشه و خودتون رو بیچاره میکنید ساقیا واسه شون مهم نیست خب ساقی که واسش مهم نباشه شما کبدت اصلا از کارم بیفته واسش مهم نیست اون پولو میشناسه جیرینگی پول که بهش میدی میشناسه اون اصلا کپکش واسش مهم نیست جمع میکنه میریزه دور میگه بیا داشم این شرابو من بهش که نمیدم فقط به تو میدم فلان و اینا کار ندارم حالا نمیخوام طولانیش کنم اتفاقی که میفته اینه که ما باید برای درست شراب درست کردن و الکل،, الکل سازی از قفل هوا استفاده کنیم این گاز پس شد اگه در این دبر ما اینجا ببندیم این منفجر میشه چون داره گاز تولید میکنه و گاز باید خارج بشه پس ما باید چیکار کنیم باید در این دبه رو جوری ببندیم که گاز خارج بشود اما اکسیژن داخل نشود گاز بره بیرون ظرف نتره که اما اکسیژن بیرون نیاد تو چون این شراب کپک میزنه اگر اکسیژن بیاد تو به این وسیله که این کار انجام میده میگن قفل هوا یه چیز یه طرفه است یعنی فقط از یه طرفش هوا میره بیرون حالا بهتون نشون میدم که تا اینجا رو متوجه شدید پس اصلا قفل هوا چیه واسه چه کاری اینا حالا من نمونه بازارش رو بهتون نشون میدم که چجوری نصب کنه بعد میریم خودتون توی خونه با کمترین وسیله اصلا در حد شاید 5000 تومان نشه بهتون یاد میدم چجوری درست کنید بریم من بازاریشو رو بهتون بگم چه شکلیه که ببینید خب ببینید دوستان عزیزم این یه قفل هوا هست که از بازار ما خریدیم من اینجوری میگیرمش که ببینید خب ببینید دو تا خط اینجا روش هست حالا من د... نصبش کردم رو این در خب؟ این در باهاش نیست همین تکه پلاستیکی که میبینید این پلاستیکه این قفل هواست ببینید دو تا خط اینجا میبینید درسته ببینید این دو تا خط رو دیدید آه. این نشونگر آقا این در دبست قفل هوا رو میخرید از دیجی کالا میتونی بخری از لوازم آزمایشگاهی یا میتونی بخری فروشگاهی ای اینترنتی دارن داخل دیوار اینا اگه ایران هستید اگر هم که خارج کشور هستید آمازون داره والمارت داره فروشگاهی زنجیری و بزرگ دارن ابزار ها اینا دارن میتونید بخرید قفل هوا حالا کیفیتش هم کنه قیمتش هم فهم کنه خب مثلا این تو دیجی کالا الان 20 25 تومنه حالا بسته به کیفیتش چه جوری کار میکنه دوستان ازم؟ از اینو میای چسب میزنی به در دبت خب ببین یک کمش هم از این بر یه بند هم میزنی بیرون خب فرو میکنی در دبه رو سوراخ کردم من این در دبه رو بعد اینو فشار دادم داخل رفت داخل درست این ورش هم چسب زدم محکم یعنی کامل کالیبره کالیبره هیچ هوایی نباید از این لالو بره داخل خب کامل میزنی بعد که این کارو کردی میای چهار تا قطره آب میریزی خب این آب میاد زیر این خطا وقتی آب ما زیر این خطا دیگه ولش میکنی مثلا چهار تا یا پنج تا قطره آب اصلا کافی حالا مثلا خواستی چیزش کنی خیلی پرش نکنید خب این نشونگره این دوتا نشونگره آب میاد زیر این وایمز اتفاقی میفته آقا ما این در دبر میبندم خب توی فیلم های شراب سازیم باید برید ببینید که خیالتون راحت این در دبر بس آب هم ریختم اینجا دو روز که گذشت یه روز که گذشت اینجا شروع میکنه قلب قلب گاز بیرون رفتن اتفاقی که میفته چیه گاز از این بالا میره بیرون گازی که داخل شرابه ولی چون اینجا آب ریختیم هوا نمیره داخلش همینقدر راحت حالا تئوریش هم دوباره رو کاغذ کشیدم اونم بهتون نشون میدم تا بریم به درست کردن چون تیور... ب... یه بار اگه تو عمرتون این موضوع رو کامل متوجه بشید اینقدر ساده است که اصلا باورتون نمیشه چقدر این موضوع ساده است خیلی ساده است این موضوع حالا من بریم رو کاغذ بهتون نشون بدم اینم بهتون گفتم پس از کجا میتونید تهیه کنید بهتون گفتم دیجی کالا داره 20 25 تومن قیمتش میشه لوازم آزمایشگاهی یا دارن فروشگاه اینترنتی هم که دارن بهش میگن قفل هوا ببین ببین اصلا چیزی نیست یه تیکه پلاستیکه که همینج موج دارش کردن که آب وقتی میریزی بیرون هم. بریم رو کاغذ نشون بدم که ببینید چقدر این موضوع ساده استش خب رفیقم حالا تا اینجا اومدی یه لایکی به این ویدیو بزن دمت گرم که منم انرژی بگیرم ویدیوهای بهتر واسات بسازم و زمانی که میذارم خستگی تنم در بره وقتی لایک میکنی کانالم اگه دوست داشتی سابسکرایب کن من آموزش های شراب سازی و الکل سازی گذاشتم از که کسب و کار خونگی هم گذاشتم دمت گرم خیلی ممنونم سوالی هم اگه بود کامنت کنید من زیر 48 ساعت همه کامنت رو جواب میدم خب پس چی شد حالا ما دبمون که شراب ریختیم داخلش رو سرش هم خالی گذاشتیم میایم درش رو میبندیم و یه قفل هوا بهش نصب میکنیم حالا ببینید چه اتفاقی میفته قفل هوا گاز میره بیرون داخل آب اینجا قل میزنه میره بیرون این دست سازیه که میخوایم الان بسازیم ببینید شماتیکیشو که بریم بسازیم ببین گاز تولید میشه میره بیرون میاد, میاد 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 تو شلنگ میاد 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 اینجا شروع میکنه به قلب زدن توی آب و میره پس اکسیژن دیگه نمیتونه بره تو این شراب حالا بریم واسه درست کردنش که ببینید چقدر این میتونه راحت و فوری باشه اینا یه لحظه به ذهنت بسپار کامل به ذهنت بسپار ببین چی کار میخوایم بکنیم ببین اینجا در دبه بوده یکم شیلنگو کردیم داخل یه نیم سانت کردیم داخل بعد اینجا رو چسب زدیم بعد این شیلنگو گذاشتیم داخل یه ظرف آب هم اینجا ولش کردیم این داخل آب انتیکش. چه اتفاقی میفته ببین گاز میاد بیرون راهی نداره راهی نداره هیچ راهی نداره هیچ راهی نداره میاد توی آ قلب میره بیرون دیدی قلب رفت بیرون دیگه اکسیژن نمیتونه بره بعد از سی روز چل روز که شد بسته به شرابمون که یادتون دادن در اینجا رو باز میکنیم و شرابمون رو صاف میکنیم و نوش جون میکنیم این شراب دیگه نه کپک میزنه نه چی به شرط که اون نکاتی که گفتم داخل ویدیو هم رعایت کنید و ویدیوهای شراب سازی بهتون گفتم ظرف ها باید تمیز باشه و اینا اونها دیگه توضیح دارم برید ببینید اگه بلد نیستید اگه بلد هستید که اوکی بریم بهتون بگم چه جوری میتونیم اینو درست کنیم چقدر ساده خب ببینید این شیلنگ این یه شیلنگ معمولی آکواریوم اینو میری میخری دوله فروشی ابزار فروشی نمیدونم اینا دارن شیرالاتیا داره خب این یه شیلنگ شیلنگ کولر میتونی بخری شیلنگ آکفاری یه شیلنگ باریک آقا هیچ کدومو نخواستی بری میری داروخونه داروخونه میگی من ست سرم میخوام یه ست سرم میگیری سر سر و تهش که این بیل بیلکای میچینی میشه یه تیکه شیلنگ این شدی یه تیکه شیلنگ خوب درست شد خب حالا یه سر این شیلنگو داداشم میکنی به در ظرفت در دبت الان اونم میارم نشونت میدم خب ببین این, 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 این یه در مثلا خب الان فرض کن این در دبه من در بشکه منه در یکونیم لیتری منه حتی توی ویدیو من دیدید که من با در یکونیمی نوشابه ای هم من قفل هوا درست کردم در این های نوشابه خب ببین یه سر شلنگ باید بکنم توی این در دبه خب نیم سانتش هم بیاد بیرون کار میکنم یه میخ داغ میکنم اینجا رو سوراخ میکنم یکم گشادش میکنم بعد اینجوری اینو میکنم این تو یک کم که اومد یه بندنگوش که اومد بیرون اینجا رو چسب کاری میکنم خیلی هم مهمه که خوب چسب کاری کنم میگم حالا از چه چسب هم استفاده کنی خوبه ببین اینجا حالا این سر شیلنگم رو چکار کنم آه این رفت کنار درست چسب زدیم بستیم در دل لب این سرش یه دونه ببین ببین, ببین؟ یه ظرف آب بر میداری یه شیشه آب یه شیشه آب معدنی کوچیک اصلا خیلی اهمیتی نداره ببین ببین نگاه کن خب حالا چیکار میکنم ببین این سرشم رو میذارم داخل آب فرو میکنم تا ته بره تو ببین ببین این تا ته رفت تو نگاه خب حالا اتفاق... اون سرشم حالا چه اتفاقی میفته؟ داره بشکه تخمیر میکنه خب حالا من اینجا چیز میکنم با دهن پف میکنم که ببینی فرض کن بشکه داره تخمیر میکنه این اتفاق میفته ببین دیدی؟ روزای اول حالا بیشتره روزای آخر کمتره اتفاقی افتاد گاز باش که میاد میره تو این آب و میره بیرون از این لب خب تا تم شلنگو کردم ببین تا ته رفته خیلی موضوع که این آب خشک نشه خب بعد چی میشه گاز میاد میره بیرون تو این سی روز چل روز گاز میره بیرون ولی اکسیژن نمیتونه بره تو شرابت تموم شد و رفت همین بود قفل هوا همین بود اصلا کاری داشت اصلا خیلی راحت این موضوع حالا من چون دیدم سوالات زیاد بود و اینا گفتم بهتون یاد بدم ولی اگه خواستی بخری هم میتونی بیرون با 24 5000 تومان بخری نه خواستی رفیقم خودت درست کن از چی استفاده کنم شیلنگ آکواریوم شیلنگ کولر نمیدونم ست سرم هر رایی که بلدی فقط نکته اصلی دری که به دبه میزنی این دری ای که مثلا ما اینجا سوراخ کردیم خب اینو خوب چسبکاری کن چسب آقا چی استفاده کنم عزیزم هر چسبی که دوست داشتی استفاده کن اما تجربه منو اگه میخوای چسب دو قلوی غفاری این چسب دو قلو قدیمی ها هست هنوزم توی بازاره اینا دو نمونه داره این غفاری ها یه رقم هست که بهش میگن شفاف یه, نف... یه رقم بهش میگن معمولی از همون معمولی استفاده کن اون شفاف اصلا آشغال جنسش خوب نیست که مثلا شفاف خوشگل میشه نه میخوام میخوام سال خوشگل نشه خب در نهایت شما چیکار میکنی یه قفل هوا داری که خوب چسب کاری شده و دیگه ببین این شد همون شماتیکی که بهت نشون دادم ببین حالا اینجا خیس شد ببخشید خب ببین اینو درست کردی تو اینجا اومدی یه در, در دبت تو یه شیلنگ زدی هر دبه ای بود هر دبه هیچ فرقی نمیکنه اینجا رو خوب چسب کاری کردی با چسب دو این پشتو زدی که جای هوا در نره بعد این شراب اومد اینجا گازش اومد کامل خارج شد رفت توی آب و این هم حتما نریزه آب چه دست نزنه بیچاره کنه آه. این قشنگ تو این باش خب بعد چیکار این آغاز میره و بعد سی روز چل روز شراب شما آماده هستش همینقدر کار داشت رفیقم اصلا با این ده هزار تومن هم میشه اینو درست کرد خیلی اصلا راحته نه خواستی خواستی هرفهی تر باشه خواستی کمجاتر تر باشه خواستی نمیدونم با کلاس باشه این قفل هوایی که بهت گفتم و بخر از فروشگاهی لوازم آزمایشگاهی حالا هر جایی که سلا دونستی اینو بخر اینو بذارم کنار پاتی نشه بخر و با چسب بزن به دبت یه کمش بیرون باشه هم ببین بعدم یه چهار تا قطره آب میریزی تا اینو قلاب قلب میاد بیرون و خیلی تمیز و مثلا راحت تر عشقت بود از این استفاده کن نخواستی از همون استفاده کن ازم ممنون میشم حتما اگه ویدیو رو لایک کنی که به افراد بیشتری نشون داده بشه سوالی اگه بود کامنت کنید من به راحتی بهتون جواب میدم آموزش هایم هم که گفتم شراب سازی هم گذاشتم ما کسی رو به خوردن الکل تشویق نمی کنیم اما اگر تمایل به خوردن الکل داری اگر دوست داری الکل بخوری لطفا خواهشان خودت درست کن دوست عزیز ساقیم فلانه و رفیقمه و با معرفته و اینا نداریم آقا یه بار کور میشی یه بار از بین میری خود آدم و شاید بشه آدم خودشو ببخشه اگه چهار نفر اتفاقی واسه شون بیفته بیچاره میشی که میخواستی یه شب خوشی کنی آقا خودت درست کن ارزونتر میشه به نشون دادم بهتون برید شراب موزو ببینید با چند هزار تو هم. من دو رقمی نشده شراب موزم دو رقمی نشود عددش رفتم خی خل... موز خریدم درست کردم سیب و یادم نیست با 7000 تومان یا 10000 تومان من شراب سیب درست کردم برید اینا رو ببینید به چهار تا دیگه هم بفرستید به چارت تا دیگه هم نشون بدید واسه خودم نمیگم اینا رو اینا رو میگم که کسی کور نشه کسی از بین نره آقا خیلی از هایی بودن که از قصد نبوده کارشون آقا یه اتفاقی در فرایند الکل سازیشون افتاده یه اشتباه جای کار اشتباه کرده طرف دشمن داشته آقا ما داشتیم ساقی که دشمن داشته تو موادش چیزی رختن مشتریاش از بین رفتن پدر یارو رو در آوردن نکنید آقا خودتون درست کنید آقا شما میخورید نوش تو ما هم میخوری. ما هم نوش جونمون دیگه تعارف نداریم با هم که همه میخوریم اوکی خودمون درست کنی حداقل کروکور نشیم آقا از بین نریم خیلی مخلصم خدا شما